سلسله دروس معاد جلسه 176 تاریخ 27/9/76 استاد شجاعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. لعنت الله على اعضاء مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. احاطه به ذات حق امکان ندارد. این بحث رو از کجا به وجود اومد؟ از اینجایی که پیامبر بعد از طی کردن سدرة‌المنتهی به خداوند تبارک و تعالی نهایت قرب رو پیدا کرد. گفتیم این نهایت قرب به این معنی نیستش که موفق به ادراک چی شده؟ ادراک و احاطه و ذات شده. در ذات کسی دسترسی پیدا نمی کنه. بعد نویسنده محترم حفظه الله تعالی برای که این مفهوم رو خوب جا بیندازن، رابطه خداوند تبارک و تعالی با موجودات رو بیان کردن. خب میدونی که ما یکی از اسماء حق تعالی قیوم هست. خدا چی هستش؟ قیوم هستش. و در مورد بقیه موجودات ممکنه بگیم اینها فقیر هستند. انتم الفقراء الالله. من یه مثال میزنم تا خوب این قضیه روشن بشه براتون. ببینید شما الان، من از شما میخوام که یک تصویری رو که حالا بهتون میگم چی هستشون تصویر، در ذهنتون تجسم کنید. تا وقتی هنوز من نگفتم اون تصویری که مد نظر هست به وجود نمیاد در ذهن شما، درسته؟ خب الان که میخواید شما من بگم چی هست، شما باید افاضه بکنید اون رو، خودتون ایجادش بکنید و برای اینکه این تصویر در ذهن شما بمونه چیکار باید بکنید؟ باید دائم بهش چیکار کنید؟ توجه کنید. به محضی که توجهتون ازش سرد میشه اونها از بین میره. مثلا تصویر یک اسب بالدار رو شما در نظر بگیرید، همین که شما تصورش کردید قبلا نبود دیگه، الان چی شد؟ در ذهن شما ایجاد شد و شما باید نگهش دارید. دائم باید بشی بشه توجه داشته باشید تا این بمونه. به محضی که حواس شما پرت شه به چیز دیگری، حواستون جلب بشه، اون اسب بالدار از بین میره. به شما میگن قیوم، به ذهن شما، به خود شما میگن قیوم. یعنی این تصویر اسب بالدار قائمه به کی است؟ قائمه به نفس شماست، هم در اصل هستی و هم در ادامه هستی و استدلال. خب این ممکن است در ذهن شما این اسب بالدار بال بزنه، بره کارهای خیلی خارق‌العاده انجام بده، زندگی بکنه، تولید مثل بکنه، خیلی کارهای زیادی انجام بده. تو تمام این کارهایی که شما دارید انجام میدید این اسب بالدار داره انجام میده، ممکن است شما حتی از سفرهای این اسب بالدار چه؟ یک کتاب بنویسید. یک کتاب بنویسید، 500 صفحه کتاب بنویسید، مثلا بنویسید سفرهای اسب بالدار، خاطرات اسب بالدار بنویسید. و این همه اینها کارهایی که داره انجام میده قائمه به کی است؟ قائمه به ذهن شماست. به محضی که شما اراده کنید دیگه اسب بالدار با همه خاطرات و زندگی و برو بیا و کارهاش دیگه وجودی نخواهد داشت و از بین میره. پس میگیم اسب بالدار فقر ذاتی داره، با اینکه خب هست، کارهایی رو انجام میده، وجود ذهنی داره، کارهایی رو انجام میده و الا ماشاءالله.
حتی منشأ اثر هم ممکنه باشه، چون به حال وقتی در ذهن آمد منشأ اثر هم میشه چیزهایی هم. اما این قائم به چی هستش؟ قائم به شما هستش. فقر ذاتی داره، یعنی اینجور نیستش که یه زمانی این اصل بال داره که شما تصور کردید جدای از شما بتونه چی بشه؟ وجود پیدا بکنه. بعدم همونی که شما تصور کردید، همون اصل بال داره که شما تصور کردید جدا از شما دیگه باشه و بدون شما ادامه بده به چی؟ به کارها و حیاتش. خیر، هر کاری بکنه، هر عملی انجام بده، این در چه حالت اولیه خودش، در همه کارهاش، علاوه در اصل تحققش به شما احتیاج داشت، شما مو ایجادش کردید، در تمام مراحلی که داره کارها رو انجام میده دائما شما دارید حفاظه میکنید به چی؟ وجود رو که میتونه کار بکنه، که میتونه کارهاش انجام بده. به محضی که شما حفاظتون رو قطع بکنید، حفاظت قطع بشه، او هم از بین میره و همه کارها میره زره هم دیگه. درست شد؟ این معنای فقر ذاتی است و معنای عین ربط بودن هستش. عین ربط بودن یعنی هرچند اسب بالدار یه موجودی هست که کارهاش داره انجام میده و میره و میاد و مثلا خیلی کارها انجام میده، اما در عین حالی که این کارها رو انجام میده عین ربط با کی هست؟ این ربط به شما هستش، این ربط به شما هست. به محض اینکه شما توجهتون رو بردازش نابود میشه و از بین میره. پس این حالت قیوم بودن ما نسبت به مفهوم ذهنیمون و اینکه فقر ذاتی مفهوم ذهنیمون نسبت به ما در ایجاد، در پیدایش و در چی استمرار حیات به چی هستش، این مفهوم مثلا واضح شد. این رابطه چه عرض شد؟ حالا ما به تشبیه ضعیفی کردیم. این در چی هستش؟ در موجودات ممکنات هست با خداوند تبارک و تعالی. ممکن وجودها، تمام عالم وجود رابطش با خداوند تبارک و تعالی اینجوری نیست. یعنی این فقر هست، این ارتباط هست، در پیدایش و در ادامه و استمرار حیاتش اینجوری هست رابطش با خداوند تبارک و تعالی. لذا خداوند قیوم هست، یعنی همه موجودات قائمه به او هست. به محض اینکه خداوند اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها، به محض اینکه خداوند تبارک و تعالی توجهش رو برداره از موجودات معدوم خواهند شد. ذات اقدس الهی، خب حالا یه موقعی این چیزی که ما صورت ذهنی که ما تصور کردیم، اون که نمیتونه بیاد یه موقعی به ما حالت پیدا کنه، میتونه بیاد حالت پیدا بکنه صورت ذهنی ما؟ چرا؟ چون اصلا اصل هستیش و حقیقتش چیه؟ اصل هستی و حقیقتش عین رفت بودنه، قائم به ما بودن هستش، عین فقره. اون چه نمیتونه یه موقع بیاد به ذات و به ما چی پیدا کنه؟ احاطه پیدا بکنه. ذات اقدس الهی عین وجود و صرف وجود است، قوام هر وجود و هر موجودی به او و از اوست. به تعبیر بهتر او قیوم است، هو الحی القیوم. ذات هر وجود و هر موجودی با او قوام می‌یابد و بدون او مفهومی ندارد. فقر و احتیاج به او در متن ذات هر وجودی و هر موجودی نهفته است. دقیق‌تر بگوییم ذوات وجودات، ذوات این ذات‌ها، ذوات وجودات امکانی عین فقر به اوست. به اصطلاح فلسفی وجودات امکانی عین ربط به او هستند. او اصل و باطن و علت و محیط به ذات هر موجود و هر وجود است. دقت کنید، اصل و باطن او. باطن او یعنی چی؟ یعنی این درست جولانی داره میکنه، اما باطن از کجا داره میگیره؟ تمام نیرو و انرژی و وجود و هستیش از کجا داره میگیره؟ از اونی که بهش قائم هست، از علت خودش داره از علت میگیره. تو همه لحظه به لحظه دائما داره از طرف علت بهش افاضه میشه تا این هستش. و در این تعبیر باید دقت بکنیم که میگوییم ذات وجود معلول
از وجود علت بوده و احتیاج و فقر به علت در متن ذات وجود معلول است. معنی این تعبیر این است که ذات وجود معلول طوری است که مستقلن و بدون علت نمیشود آن را فرض کرد و تصویر نمود. وجود علت در متن ذات معلول به نحو محیط و قیوم ضروری است. پس دو ارتباط داره، علت با معلول، محیطی و قیومی. محیط بودن و قیوم بودن، یعنی هم علت محیط بر معلول هست، هم قیوم نسبت به معلول هستش. بنابراین ذات اقدس الهی قیوم همه وجودات امکانی است و به همه آنها محیط است. فرض وجود امکانی بدون علت قیوم و محیط مساوی با فرض عدم آن است. کمایی که ما اگه فرض بگیریم که قرار باشه ما توجهی به صورت ذهنیمون نکنیم، احاطهش نداشته باشیم و افاضه نکنیم، چی میشه؟ مساوی با چی؟ نابود شدنش. در نتیجه فرض احاطه معلول به ذات علت قیوم و محیط فرض محال است. یه بار دیگه بخونم. فرض احاطه معلول به ذاتی که علت و علت قیوم و محیط هست فرض محال است. یه زمانی چی بشه؟ معلول بتونه احاطه پیدا کنه به کی؟ به قیوم خودش، به محیط خودش، اونی که بهش محیطه. به علت خودش معلول بخواد چه بکنه؟ احاطه پیدا کنه، او رو ادراکش بکنه، احاطهش نکنه. ممکن نیست. معلول همیشه محاط علت است و نمیشود معلول را بدون علت و بدون احاطه او فرض کرد. هر وقت معلول را فرض کردیم، علت را هم با آن فرض کردیم، آن هم به نحو قیوم آن و محیط به آن و اصل و باطن آن. بنابراین محاط بودن معلول برای علت همیشه با معلول هست و مستقل و خارج از حیطه علت فرض کردن آن بی‌معنی است. نتیجه این که احاطه معلول به علت و نیل معلول به علت به نحو احاطه معلول به ذات علت مفهومی ندارد. ولا یحیطون بهی علما، هرگز به او احاطه علم کسی پیدا نخواهد کرد. از نظر علمی هرگز کسی نمیتونه خدا رو ادراک بکنه و احاطه علمی پیدا بکنه. چرا؟ چون ما ذاتمون این فقر و این ربط و این وابستگی هستش و این محاط بودن هستش. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. یه تمه تو این قضیه نکن که بشه یه زمانی هم چیزی رو ادراک کرد. این از این. مسئله حیات رو قبلا ذکر کردیم اینجا. بله. هستش. بله، یعنی این حیات هست دیگه، یعنی این حیاتی هستش که قیوم هست، یعنی هر موجودی حیات و وجود خودش از اون میگیره، در حیات و در وجود قائم است. شهود حق شهود وجه اوست، مشهود همه بندگان صالح، پس آقا شهود یعنی چی؟ شهود یعنی احاطه؟ اپنی طرف به شهود الهی رسید. یا از شهید و ینظر و الی وجه الله، حالا وجه در شهید مشخص است، وجه هستش دیگه. طرف به شهود خدا رسید، به لقای الهی رسید. به چی رسید؟ یعنی چی؟ میگه اینا همش لقا و شهود وجه هستن، یعنی جلوه ها، ذات نه. مشهود همه بندگان صالح چه در زندگی دنیوی و چه در حیات اخروی وجه کریم حضرت حق و جلوه اوست، نه خودش. ذاتش نمیتونه، نمیشه مشهود واقع بشه. البته مراتب شهود چه در دنیا و چه در آخرت متفاوت است. مشهود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز وجه حضرت حق بود، نه رسول الله هم فرق نداره. بقیه رسول الله هم هیچ وقت قادر به مشاهده ذات نمیتونه باشه. اون هم چی بود؟ اون هم شاهد وجه بود.
رسول الله در معراج و یا معراج‌های خود بعد از گذر از همه عوالم و بعد از طی همه منازل و خرق همه حجب به شهود وجه حق و به شهود او در جلوه چی؟ در جلوه اکمل و اتم است، یعنی کاملترین جلوه را نگاه میکنه خدا رسول اکرم، به مشاهده کاملترین جلوه نائل میشه. معراج‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متعدد بود، به تعبیر بهتر همیشه آن حضرت در معراج بود. حال بعد از بیان و شرح آیات عنوان شده به نتیجه گیری از آنها در مسئله مورد بحث میرسیم. گذر از همه عوالم تا سیدت المنتها با گذر از برازه خواهد بود. از آیات مزبور با شرح یک گذشت به خوبی و با وضوح کامل به این نتیجه میرسیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر خود و در سیر و معراج خود در نزلتن اخرا از عوالم سبعه چه برزخی و چه فوق آنها گذشته و به سیدت المنتها که فوق این عوالم است، عوالم هفتگانه، و خود به جای خود عالم دیگری است نائل آمده. نزلتن اخرى رو گفتیم دیگه، گفتیم قبلا خدا رو در چی؟ در یک نزله پایین تایی نسبت به نزلهی که بعدن داشت مشاهده کرده بود. حالا این بماند اینشان. توجه به قوس بکنید، به قوس بله اینا خلاص. به جای رسیده است که جنت المعوا یعنی بهشت موعود یا بهشت های موعود که در محل برگشت و معوای سائرین الالله و مؤمنین صالحین است در نزد آن می باشد. در نزد چی؟ آن زمین شمه سیدت المنتابه یعنی است. گفتیم چی هستش؟ آیه شریفه اینجوری فرمود، فرمود که اندها جنت المعوا، در نزد سدرت المنتها چی هستش؟ جنت المعوا. اون هم جنت ویژه‌ای هست، البته اون هم جنت ویژه‌ای هستش، اون بهشتی که به اصطلاح محل برگشت معوای سائرین الالله و مؤمنین و صالحین هست، در اونجا میشه، در نزد سدرت المنتها میشه. خیلی مهم است انسان باور کنه که یه زمانی به اینجا خواهد رسید. دیگه از دنیا و تاریکی‌هاش و ظلمتش و ماده و اینا هیچ خبری نیست. اصلا احسان یادش میره عهد دنیا. الان گوش کن. فکانت سراب، این سراب بیشتر نبود. بعد که حقیقت جلوه میکنه اصلا یادش میره همه اینا، فراموش میشه. این اگه الان بفهمیم خیلی خوب هستش. اگه بفهمیم یه زمانی اینجا برای ما مثل یه سراب میمونه، اون وقت خیلی راحت دل میتونیم بکنیم، خیلی راحت میتونیم دل بکنیم اگر این مفهوم برای ما خوب جا بیفتیم. زود عصبانی نمیشیم، زود به خشم نمیایم، زود جر و بحث نمی کنیم، زود دلگیر نمیشیم. از هم خدمتون که خیلی راحت صفح و عفمون زیاد میشه، تغافل و تجاهلمون زیاد خواهد شد، صبرمون خیلی زیاد خواهد شد، مقاومتمون در مقابل مصائب بالا خواهد رفت. خدا خیر بده که از اساتیدمون وقتی صحبت میشود راجع به مسئله این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. ببین چقدر ما از این نیز بگذره داشتیم تو الان، چقدر صحنه های توی زندگی ما فکر میکردیم چه خواهد شد، همش رفته پی کارش، گذشت، تموم شد، بقیش هم همینجوری میذاره. یه دفعه آدم با یه حقیقت بزرگی به نام برزخ و بالاتر از اون روبرو هستش. خیلی ساده که این قضیه رد نشید، اندها جنت المعوا، این سدرت المنتهایی که بهش در نزد او هست، توجه کنید که مقصد ماست، باید رفت اونجا. به
عبارت روشنتر به جای رسیده است که بندگان خدای متعال بعد از وفات و بعد از حشر و قیامت و بعد از گذر از مواقف حشر و منازل آن در قیامت به آنجا می رسند. به کجا؟ به اون جنت و محوا به سدرت و مانتا. بعد از قیامت، بعد 50,000 سال و رد شدن از سرات و همه اینها و منازل 50 گانه رو طی بکنی و بری تا برسی بهش، چی فرق کرده خدا و طلبت؟ چقدر جدی هست اون طرف؟ خیلی جدی هستش. آدم وقتی اون جدیت اونجا رو میبینه، علی علیه السلام وقتی اونجا رو دیده، احاطه به اونجا داره، میگه چی؟ میفرماید که دنیاش جدیاش هم شوخیه، جدیش هم مؤمنین ها، مؤمنین اینجوری هستن. بقیه نه، بقیه رد میکنن اینجا رو. ببینید بقیه رد میکنن، بله بقیه برزخ رو توی خواهند کرد، به قیامت خواهند رسید، حشر رو خواهند دید، مواقف رو خواهند دید، ولی خبری از جنت و مأوا نیست اونجا، خبر از جهنم است اونجا. دو مکان کاملا دور و جدای از هم دیگه خبر از برای همه که اینجور نیستش. نه اونجوری نمیشه. بله توقع ناقص یه معنی پیدا نمیکنه اونجا. هم فیها خالدون. بله. بهش جای ملاقات هست، جهنم جای ملاقات هست، هر دوش جای ملاقات هست. بهش جای ملاقاتی هستش که با شیرینی صورت میگیره، جهنم جای ملاقاتی هستش که با تلخی صورت میگیره. اما ملاقات که همون باز با جلوه است دیگه، هر دوش جلوه هست، بهش جلوه هست، جهنم چیه؟ جلوه هستش. اما در بهشت خداوند نامه میفرسته برای شخص، در جهنم چی؟ لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم، یک کلم خدا حرف نمیزنه باشون و هرگز هم تذکرهشون نمی کنه، پاک نمیشن. ولا یزکیهم، پاک هم نمیشن. اینجوری هست، یه عده اینجوری اعداء الهی دشمنان خدا اینجوری میشن دیگه. خب یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی دنیوی همه عوالمی را که در پیش هست طی نموده است، همه رو رفته. اونی که قرار بره یه انسان بره، اون رفته تا آخر، رفته و برگشته، رفته و برگشته. سختی پیغمبر همین است دیگه، یعنی سختی کار رسول الله این است که تا تهی قضیه رفته برگشت. خلا باید تو این دنیا با نمیدونم ابو لهب و ابو جهل و نمیدونم هزار تا خر و خرس دیگه سرکله بزنه، خیلی برای سخته دیگه، خیلی اذیت میشه. همه آنچه بعد از مرگ و در قیامت برای دیگران پیش خواهد آمد، برای آن حضرت در همین زندگی پیش آمده است. او قبل از قیامت به قیامت رسیده است و آن را پشت سر گذاشته است. عوالم بعد از مرگ و قیامت و عوالم آن که در ماورای حجب بوده و محجوب از افراد عادی است، در باطن بوده و در باطن بوده و یکی پس از دیگری به ظهور خواهد رسید، همه و همه برای آن حضرت ظاهر گشته و یکی پس از دیگری به ظهور رسیده است و آن حضرت همه را سیر نموده و به سدرت المنتها و جنت المعوا رسیده و آنها را نیز سیر نموده و به اذن الله به آنها اشراف و احاطه پیدا کرده است. مشاهدات آن حضرت در معراج ها که در روایات هست و
و خبر از عوالم سبعه و آسمانها و خبر از بهشتها و جهنمها و خبر از چگونگی نعمتهای بهشتی و عذابهای جهنمی و خبر از صور بهشتی و جهنمی عقاید و اوصاف و اعمال و خبر از همه آنچه بعداً پیدا خواهد شد می‌دهد، همه حاکی از این است که عوالم بعد از مرگ و عوالم قیامت و حشر و بهشت ها و جهنم ها برای آن حضرت مکشوف گردیده و حجاب ها کنار رفته و حضرتش به همه این عوالم به اذن الله اشراف و احاطه پیدا کرده و این عوالم را پشت سر گذاشته است. خیلی اون مطالعه بعد معراج پیامبر خیلی سودمند هستش، مفید و سودمند. و خلاصه آن که آن حضرت قیامت و قبل و بعد آن را شاهد بوده و در این عوالم فوق آنها بوده است و بر اساس اتحاد مدرک و مدرک و عاقل و معقول و شاهد و مشهود به مفهومی که دارد می شود گفت که آن حضرت از سعه وجودی و از احاطه به خصوصی نسبت به عوالم برخوردار بوده است و احاطه و سعه که اهل نظر می دانند. در بحث اتحاد عاقل و معقول چی هستش و به صلاح اتحاد شاهد و مشهود و مدرک و مدرک که در معرفت مفصل این رو توضیح دادم خدمت در معرفت نفس. ببینید اون چه که ادراک میشه توسط چه ادراک میشه؟ توسط نفس که خودش چی هستش؟ امری مجرد هست و مادی نیست. عوالم بالا هم هر چی که ادراک میشه، یعنی هر چقدر انسان از مراتب وجود و کمالات و حیات برخوردار میشه، او هم امر چیه؟ امر مادی نیستش، همه امر مجردش. اون چیزی که ما الان داریم با نفسمون ادراک میکنیم و هر چی که شدیم باهاش چی شدیم؟ اتحاد پیدا کردیم، یکی شدیم با هر چی که ادراک کردیم، یکی شدیم. نفس شده عین همونی که ادراکش کرده، اتحاد پیدا کرده. لذا بعد از این که یعنی ما چیکار کردیم؟ ما وقتی یه چیزی رو ادراک میکنیم بهش احاطه هم پیدا خواهیم کرد. لذا هر دیگه از عوالم که مدرک میشن محاطن میشن، یعنی شخص چی میشه؟ همونطور در درس گذشته شخص حضور در همه اونها داره و احاطه به همه اونها پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون همهشون چی هستن؟ همهشون مورد ادراک شخص واقع شدن. شخص تونست همه اونها رو ادراک بکنه و ادراک حقیقی یعنی با اونها اتحاد برقرار بکنه. اونها چی بشه؟ اتحاد برقرار بکنه. لذا خود نفس همون خواهد شد، خود نفس میشه همون که ادراکش کرده، یکی خواهد شد. شاهد و مشهود، مدرک و مدرک، عاقل و معقول یکی خواهند شد. خب یعنی هر چیزی رو که به ادراکش نائل بشی و به مشاهدش نائل بشه عین خودت خواهد شد، عین خودت خواهد شد. تو مدارج پایینش وقتی شخص مثلا یه زن نامحرم رو نگاه میکنه تأثیر میذاره روش. خدمت مرحوم رجب علی خیاط از بخیاط میفرماد چی؟ میگه من تو چرا مثل زن میبینم؟ یعنی چی شدی باهاش؟ یکی شدی باهاش. اون که داره ازدواج میکنه اینجوری میشه با عم از حلال و حرام، مباح و مکروه، هر چه که هست انسان باش اتحاد در قبل میشه، اینه خود اونا میشه جز شونات وجودی شخص، اینجوری هست، یکی میشه. برای همین هم باطن برزخی و ملکات ما غیر از صورت ظاهری ما هستش. علی اصلا در مورد بعضی فرمود چی؟ فرمود از صورت و صورت الانسان و القلب و قلب الحیوان. صورت صورت انسان هست اما قلب قلب حیوان هست. چرا؟ چون با اون خلقیات و ملکات حیوانی این اتحاد برقرار کرده، یکی شده با اونها. با کارهای خیر هم همینطور، با ملکات فاضله و نورانی هم همینطور انسان اینجوری خواهد شد. مسئله کسی هستش که عالم ماده خودش یک حجاب هستش، یعنی عالم ماده حجابی هست که نمیذاره انسان با ملکات خودش الان محشور باشه. محشور هستیم ما الان، ادراکشو حشر رو ما نمیتونیم بکنیم. اون هشتی که الان داریم با ملکاتمون، قل کلنو یعملو علا شاکرت، ما الان داریم بر اساس ملکات اون تصمیم میگیریم و فکر میکنیم و کار میکنیم دیگه. همه کارامون همینجوری هست، بر اساس اون باطنه هست داره اینو به شکل میده. همه کارهای ما رو اون باطنه هست این ور اون ور ما رو میبره.
تفکرات، گرایش‌ها، محبت‌ها، بغض‌ها، هوس‌ها، تمناها، خواب دیدن‌ها، خیلی از چیزا همه شما رو اون باطن هستش داره کار می‌کنه. ولی ما الان متوجه یک همچین سعی وجودی نیستیم. چرا؟ چون عالم ماده حجاب است. به محضی که حجاب برداشته بشه، یه دفعه ما خودمون رو با همه اون ملکات خودمون، سلام علیکم، ادراک می‌کنیم. با همه چیزی که کسب کردیم مشهور خواهیم شد. خودمونیم و با همه اونچه که کسب کردیم. مثل چی؟ اگر الان ما با جهنم حشر داریم یا با بهش حشر داریم، نه از آتش جهنم چیزی به ما میرسه و نه از لذت بهشت. مثل جنین، جنین اونچه که کسب کرده، ملکاتی که کسی مربوط به حیات دنیایی هستش، ولی تو کجا هستش؟ تو عالم رحمه. این که چه چشمی، چه گوشی، چه قلبی، چه دستی، چه پایی، چه دستگاه درونی آورده، هرگز در عالم جنین ظهور کافی نخواهد داشت. یک ظهور بسیار بسیار ناقص و کم. وقتی یه دفعه متولد شد، یعنی از حجاب رحم در اومد، آمد به لقای این جهان رسید، یه دفعه تمام اون چیزایی که اونجا کسب کرده بود اینجا چی میشه؟ نمود میکنه. یعنی حشر با حقیقت خودش پیدا میکنه، حشر با اون چیزی که کسب کرده بود پیدا میکنه. حالا یه دفعه میبینه که مثلا چشم سالم هست، گوش سالم هست، قلب سالم هست، و میبینه از همه شرایط اینجا میتونه چیکار کنه؟ استفاده کنه. یه موقعی خدای نکرده میبینه مریض هست، یا خدای نکرده ناقص هست، میبینه که گرفتار میشه. یعنی ظهور اون که کجاست؟ ظهور اون چیزی که اونجا کسب کرده بود اینجا معلوم میشه. همینطور است از اینجا به آخره. الان ما وضعیتی داریم، یعنی جنینی، ماهیت جنینی ما، و تو این رحم دنیا گرفتاریم، داریم در رابطه با برزخمون کسب میکنیم یک سره. حالا چه خوب چه بعد دائم داریم کسب میکنیم، یا بعدن که رفتم اونجا میبینیم که ای بابا منطبق با اونجا هستش، خیلی خوشحال میشیم، خوبه منطبق با اونجا هستش. یه وقت میبینیم خدا نکرده، میبینیم که ای بابا منطبق نیست. منطبق که نباشه شروع دردسر است، شروع عذاب و ناراحتی هستش. و اونی که نمیذاره همین بدنه هستش. بدنه مثل نمیذاره که ما اون ادراک بکنیم. کار اولیاء خدا چی هست؟ این هستش که همش ارتباطشون رو با این بدن ضعیف میکنن تا قدرت شهود خودشون رو بالا ببرن. قبل از که به کجا برن؟ به اونجا برن، همینجا بتونن چیکار کنن؟ شاهد باشن اون طرف رو. خذوا من اجسادکم و زودوا بها علی انفسکم. کم کنید بدنتون، بزنید به روحتون، اضافه کنید، روح قدرت پیدا میکنه. وقتی شما ارتباطاتون رو هی با عالم ماده قوی کردید، روحیه قوی تر و قوی تر و پرتوان تر و ادراکش بالاتر میشه. اینجا خب مولوی در این زمینه در دفتر ششم مثنوی میگوید: پس محمد صد قیامت بود نقد، یه نسیه نبود، چی بود؟ نقد، نقد، حاضر حاضر بود پیامبر، حاضر حاضر پیامبر که چی؟ بعد شاگرداش اینجوری بودن، شاگرداش قیامت نقد بودن. زان که حل شد در فناش حل و عقد، زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود اندر او، صد قیامت بود او اندر ایام. زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت راه چند، که قیامت تا قیامت راه چند، ای کسی خودت قیامتی، تا قیامتی چقدر راه است؟ با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. من خودم محشرم، در مورد هش ازم سوال میکنم. بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتوق قبل موت یا کرام.
تموت موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه میرانده شوید. خب این خودتون به اونجا نائل بشید. همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام من سیت و صوت. پس قیامت شو قیامت را ببین. یه جا دیگه داریم چیه؟ رو مجرد شو مجرد را ببین. ها همون هستش، با همون سیاق و همون پیام. رو مجرد شو مجرد را ببین. پس قیامت شو قیامت را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. اونجا هم همینطور است. رو مجرد شو رو مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. تا نگردی این ندانیش ندانیش تمام. تا نگردی یعنی چی نگردی؟ تا قیامت یا تا مجرد نشی. خواه کان انوار باشد یا درام. عقل گردی عقل را دانی کمال، عشق گردی عشق را بینی جمال. نار گردی نار را داری یقین، نور گردی هم بدانی آن و این. گفتم این برهان بر این دعوی مبین. نمیدونم اینو مبین بخونم یا مبین بخونم. گر بودی ادراک اندر خود این، هر دوش هم میتونیم بخونم. حالا باید ببینم که من کدومش رو درست‌ترم. بنابراین مدلول این آیات نیز مانند آیات قبل از آنهاست و به طوری که از آیات قبل استفاده میشد، از این آیات هم با وضوح برمی آید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه عوالم برزخی و فوق برزخ را در همین زندگی پشت سر گذاشته است و طبعا بعد از وفات و بعد از انتقال از دنیا نیز در همان مرتبه و منزلتی خواهد بود که در زندگی دنیوی به آن نائل گشته است و بعد از وفات شأنی غیر شأن دیگران خواهد داشت و به سیر خود به نحوی که متناسب با عالم اوس ادامه خواهد داد، نه اینکه مانند افراد عادی در برزخ باشد و به سیر در برزخ بپردازد. اینطور چون سیر در برزخ رو اینجا انجام داده، معنا نداره که بره در برزخ دیگه. سیر در برزخ حتی به حضور در برزخ هم چیه پیامبر داره، همونطور که معصومین علیهم السلام همینجور هستن، حضور در برزخ داره اما جایگاه خودشون در برزخ نیست. حضرتش سیر در حضرتش سیر در برزخ را در دنیا پشت سر گذاشته بود، کما اینکه سیر در عوالم فوق برزخ را نیز به آخر رسانیده و به سدرت المنتهی رسیده است، به طوری که گفتیم این منافاتی با احاطه آن حضرت به عوالم برزخی و غیر آن ندارد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست و حضور در برزخ و در عوالم دیگر از احاطه و اشراف او به اذن الله سرچشمه میگیرد. یه صلوات خواهد بفرمایید. خب با اون داستان آمیز علی قاضی رحمت الله علیه که گفته بود اگر فلانی تحمل میکرد قیامتش هم بهش نشون میدادم، دیگه خیلی فهمش مشکل نیست. همه رو داره، در طول هم همه بدن ها رو داره. اصلش انسان در طول بدن مادیش، ببینید ما در طول بدن مادیمون یه بدن برزخی داریم و بالاتر از اون. حالا اگه خودمون ادراک پیدا بکنیم، یعنی قدرت پیدا بکنیم به مشاهده اون، همون بدنمون رو چیکار میکنیم؟ به استخدام در میاریم، همون رو به استخدام در میاریم و بالاتر از اون میشه. طبق هر عالمی اون چیزی که مربوط به ما هستش رو میتونیم به استخدام بدیم. این در طول هم دیگه داره. بله بله با مراتب طولی همین هستش، همینطور هستش.
همه همینطور هستن، همه همینطور. خب اگه سیر نکرده باشه که سقطه در واقع، ولی اگه سیر کرده باشه اون کس مثلا فرض فرمایید معاویه، اونم بی نهایت سیر کرده. خب حالا اون میبرنش دیگه، یواش یواش بعد از اون میبرنش. نه توانشو که داره، ولی اینقدر مشاهده کرده، اینقدر حد ادراکیشه فقط، بله خودش که نه، خودش نامحدود. تا ما نامحدود نباشه نمیشه بهش عرضه کرد نامحدود رو، اول نامحدود هست و بعد میشه بهش عرضه کرد. بله از بله از هم که خدمتون در عوالم بالاتر، حتی این یه بقید پیچیدگی داره، یه مراقبت هایی باید بیشتر بشه، مراقبت ها دائم باید بیشتر بشه، یه طوری که به حال ما غیر اختیاری ها رو خارج بکنیم ارتباط اونو بشه، یعنی یه کاری نکنیم که غیر اختیاری بنجوشی بیا بخونیم. بینیم چی بیم خودمون باید این مراقبت ها رو داشته باشیم. بعدم یه طوری میشه که اگر مثلا این یه طرف قضیه است، میگم جوابش یکی نیستش، یه طرف دیگه هست این هستش که بعد هم اگر مثلا شد حالا غیر اختیاری چیه؟ یه شخص انقدر اوج گرفته که مؤثر نیست. انجام نمیده. خب ما وقتی میگیم اوهام و خواطر غیر اختیاری است، یعنی عقاب برش نداره، ولی خب زمینه قبلی داره دیگه، ما باید یه کار بکنیم که اون هم نیاد. همین که میاد یعنی ما یه قبلا خرابکاری ای کردیم که الان داره میاد هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.